عبد الله بن ام مكتوم یک روز نزد رسول الله میه. رسول الله با چند تن از سردمدارای کفار نشستگی هست، با اونها کم صحبت داره، در یک جلسه نشستگی است. این نابینا هست، نابینا هست، در جلسه پیامبر داخل میشه بدون مقدمه. خون نمیفهمه حالت پیامبر را، درک نمیکنه، چشم نداره که پیامبر به کدام حالت است، با کی نشسته، چی وظیفه ای داره، آیا مصروف چیزی هست یا نیست. برای رسول الله میگه علمنی یا رسول الله مما علمک الله. ای رسول الله یاد بده به ما او چیزی که الله برات یاد داره، به ما یاد بده. چند دفعه تکرار کرد علمنی یا رسول الله، علمنی یا رسول الله مما علمک الله. پیامبر کمی اذیت شد، اذیتش به زبانش نشد که به زبان خود چیزی بگویه، با دست خود کدام واکنش نشان بده، چیزی نگفت، هیچ چیزی نگفت. چون پیامبر دل یک انسان بینا را نمیشکنه، چی برسه که یک نابینا باشه. پیامبر تسلی بخش دل انسانهای بینا و صحتمند هست، چی برسه به یک ناتوان و ناسالم باشه. که رسول الله صدای ازیر نشنید یا شنید، مصروف گپ زدن و صحبت کردن با کسایی که همراهش نشستگی بودن با اونا بود، ای از مجلس پس خارج. ای از مجلس که خارج شد، الله متعال جبرئیل روان میکنه با آیت میگه که عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى. پیامبر کم مورد عتاب قرار میده که چرا روی تزو گشتاندی، چرا به اصطلاح ما و شما او رو تحویل نگرفتی، در حالی که پیامبر قصدش توهین به او نبوده، پیامبر با او احترام داره، پیامبر او را مؤذن تعیین میکنه. عبدالله بن ام مکتوم را من ای جبرائیل که آمد جای باشه پیامبر جلسه را ترک میده، در کوچه ها دوان دوان هست پشت عبدالله بن ام مکتوم که چی شد نابینا را، که الله متعال توسط او مرا مورد عتاب قرار داد. حتی گاه اوقات رسول الله که عبدالله بن ام مکتوم را میدید نابینا بود، چادر خود از زیر پایش پهن میکرد، بشین عبدالله که در مورد تو مثلا زنش شد. ما گاهی اوقات یک نابینایی را که میبینیم معلول هست، یک نابینایی را میبینیم آهسته از پهلویش تیر میشه، مگر به جای خورد هم مشکل نداره که من زود به کار خود برسم. مگر هدف از این که ما و تو سالم هستیم برای چی سالم باشه؟ ما و تو که برای مردم زندگی نکنیم، هدف زندگی ما و تو چی معنا داره؟ پس کرامت انسانی اینها باید حفظ باشه، نباید اینها مورد تحقیر و توهین قرار بگیره. پیامبر بعد از اینکه در مورد عبدالله بن ام مکتوم مورد سرزنش قرار میگیره، عبدالله که در جلسه داخل میشه، پیامبر از جای خود بلند میشه، چون که یک نابینای داخل میشه. خیلی سخت است ندیدیم حالت معیوبی معلول بودن را، و حالت درد که به دیگر مردم رسیده و دردش گاه اوقات موتو احساس کرده نمیتونه. ورنه اگر این ناخونت باش نباشه، این ناخونت نباشه، این ناخونت نباشه، تکمه ایت رو بسته کرده نمیتونه. ما گاه اوقات یک چیز رو که از دست بدیم باز بعد از قدرش برای ما تو معلوم میشه. او انسان نابینایی یا فقیری یا مسکینی چشم خود را از دست داده، نه انسانیت خود را. او دستای خود را از دست داده، نه انسانیت خود را. او پدر خود را از دست داده، نه انسانیت خود را. او مال خود را از دست داده، مال نداره، انسانیت داره، انسانیتش را حفظ بکنه. حق داره بالای ما تو. بیشتر از دیگه مردم باید مورد توجه قرار بگیرن. از یک طرف که ضربه دیده، ایر الله متعال به این چیز مبتلا کرده و امتحان کرده، موت دیگه حق نداره، موت دیگه حق توهین نداره، موت نباید کرامت انسانی از زیر سوال بره. حتی گاهی اوقات بعضی کسا وقتی که خانمشان همسرشان طفلدار میباشه، نزد دکتر مراجعه میکنن که یک دفعه معاینات بکنن لابراتوار و بعدش ببینه که آیا طفل سالم هست، جنین سالم هست یا نیست. اگر سالم نباشه، معیوب باشه، از دکتر این مشوره رو میخوان که دکتر صاحب اگر این سقط بکنم، بعد با یک عالم زنگ میزنه که اگر سقط بکنم چی مشکل داره. یعنی معیوب حق زندگی نداره؟ یعنی کسی که معیوب بود نباید زنده باشه؟ یعنی کسی که معلول بود از این آدرس ضربه دیده بود و حق زندگی کردن با انسان های سالم نداره؟ داره. ما کرامت انسانی اینها رو زیر سوال نبریم. ما امروز در جامعه خود میبینیم، امروز خو الحمدلله رسانه ها زیاد شده، کمره ها زیاد شده، یوتیوبی ها زیاد شده،
مگاهی اوقات میبینیم بعضی از کمرهای مخفی را شاید شما دیده باشید. توهین میکنه بیت مردم، بیت فقرا و مساکین توهین میکنه. خیلی شرم است. من یک روز یک کمره مخفی را میدیدم. یکی از خواهرها بود که ای کاش خواهرها بدانند که توسط زیبایی خود درآمد نداشته باشد. زیبایی خود را، جایگاه انسانی خود را به فروش نگذارند. ای جایی دیدم با یک ریش سفید صحبت میکرد با یک فقیر کراچیوان. او هم مجرد بود، خانم نداشته، فقیر. در ضمنش که مسکین هم است، شاید خانواده او یک خانه داشته باشه یا نداشته باشه. اما روش صحبت میکنه، صحبت میکنه، در نهایت برش میگه من میخوام رایت ازدواج بکنم. او را میگه، میگه خیلی خوب گپ است. او ساده هست نمیفهمه. بعدش که تمام میشه میگه کمره مخفی بود. ما او را میبینم دمو چهره امو فقیر و مسکین و کسی که بالای کراچی خود نشستگی چهرهش تغییر کرد. یه خون مسخره کردن این ساده هست. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای مؤمنا دیگه مؤمنین مسخره نکنه. مردم به خاطر مسخره آفریده نشده، مردم به خاطر توهین و تحقیر آفریده نشده. گاهی از این بیشتر پا فراتر میگذاریم و میگم خدا بالایش میتاورده، نیتش خراب بود، خدای تو گرفتارش کرده، خدا زدش. خدا تو رو زده میداره. ایره خدا زدگی نگو. آیا خبر داره کسی که چشم خود را از دست داده باشه و در مقابل از دست دادن چشم خود صبر بکنه؟ رسول الله میگه من بهشت برش ضمانت میکنم، بهشت در انتظارش هست. حبیبته در حدیث آمده، کسی که دو حبیب خود را از دست بده، دو چشم خود را از دست بده، الله متعال در بدنی در بهشت برش خانه میده. هیچ گاه به کرامت انسانی هیچ فردی بالاخص ای طبقه مردم توهین نکنه. حق توهین نداره. حق توهین به یک جسمی یا جسمی یک کافر رو نداره. اسلام اجازه نمیده. در میدان جنگ با یک کافری که روبرو میشی فقط حق کشتن داره، زوی زفتر اجازه نیست که توهین به جسدش شود، گوشش بریده شود، بینیش بریده شود. اجازه نداده اسلام، چون او کافر بودنش در جایش، کرامت انسانیش سر جای است. این هیچ گاهی ما حق را ندارم که فقیر را توهین بکنم. هیچ گاهی یک نیازمند را حق توهین نداره. اون معتاده که به معتادی گرفتار شده، خب ما تو توجه نکرده. حالا باز حق ندارم کسی بالای او مسخره بکنه، کسی او بالای توسط او چینل های یوتیوب خود را بلند بباره، سبسکرایبش را زیاد بکنه. خوب نیست. پس من بعد در کل در مورد همه مردم کرامت انسانیش باید حفظ باشه، بالاخص طبقه مردم. اینها را بیشتر تحلیل بگیره. ما گاهی اوقات نباید را میگفتم خو میگم، گاهی اوقات از پهلوی بعضی کراچیوان ها از دست میگذارم که نزدیک شم که یک سلام برش بیاندازم تا احساس خوشحالی بکنم. و من دیدم این چیز را. تنها خوشحال کردن یک شخص توسط پول نمیشه. تنها صدقه دادن پول نیست. تبسمتون گاهی اوقات صدقه میشه و صدقه هست. گاهی اوقات یک سلام تو جبر خاطر و التیام خاطر یک درد دیده ای رو میکنه. یک سلام تو اضافه نه. او در خانه میره میگه فلان شخص به من سلام داد، گویا یک سرمایه به او داده باشی. اما ما او تو که یک کسی کمی جیبهایش و موترش یک کمی چرب باشه به او کسا سلام میده. پس اولین حقی که طبقه مردم نیازمند و ناتوان و درد دیده و پر آه و درد بالای ما تو داره اینمی است که حق کرامت انسانیشان را زیر پا نکنه. حقشان باید دادش، ایره الله برشان داده، تو نگی اینها را ازش. دوم حقی که اینها بالای ما داره احترام و بزرگ داشت از اینها. اینها باید مورد احترام قرار بگیره. ایر اسلام به موت و درس داره. من این داستان را بارها بیان کردم چون جایش از باید دوباره بیان شود. داستان صلاح الدین ایوبی هست. در مقابل صلیب ها در یک صف قرار دو طرف صلیبی ها هست. موعد و زمان جنگ را تعیین کردن که در فلان وقت در فلان منطقه و جای ما و شما با هم مبارزه میکنه. گفت درست. وقت و زمان جنگ فرا رسیده، از صف دشمنی یک زن نزد صلاح الدین ایوبی میه
میگه از ما دختر ما در حال وضع حمل هست، اگر یک جنگ یک روز به تأخیر بیفته خوب است، از صف دشمن نزد مسلمان ها میره. و یک کسی که حمل داره ضعیف است، ناتوان است، نیازمند است، نیاز به مهربانی و شفقت داره، ضرورت به توهین و تحقیر نیست، کارایش باید تخفیف شود، باید امو مسئولیت هایی که در خانه داره باید سبک شود، سرش صدا بالش نشود. که نزد صلاح الدین ایوبی میه میگه جنگ اگه یک روز به تأخیر بیفته من شما را میشناسم، شما مسلمان ها را خوب میشناسم. گفت درست، گفت درست، جنگ یک روز به تأخیر میفته. روز بعدی باز امی زن نزد صلاح الدین ایوبی میه میگه دختر ما صحت یاب نشده تا به حال، وضع حمل نکرده، یک روز دیگه هم اجازه بده، یک روز. درست است. اخلاق اسلامی و احترام به نیازمندا و ناتوان ها به این حد باید باشه. بعد از او از صف دشمن یک کس دیگه ناخبر نزد صلاح الدین کس روان میکنه که بخیالم ترسیدن، بعد امت رسول الله نمیترسه، امت رسول الله ترس به نامه، ترس نزد امت رسول الله چیزی وجود نداره. گفت ما نمیترسیم، از صف خودتان کسی آمده بود که ما یک مریض داریم، اون مریض باید صحت یاب شه و بعد از شما حمله بکنه. به خاطر او ما، به خاطر یک طفلی که در صف شما در حال تولد شدن هست، به خاطر ما حمله را تأخیر کرده. میتونه است گفت آه یکی نزد یک قماندان صف میه اگه صلاح الدین تو یک چیز گفت، گفت ری صلاح الدین نگفت، گفت آه، گفت برو به صلاح الدین بگو امتی که بالای یک طفل در شکم مادر رحم داشته باشه و با او احترام داشته باشه، اونها را بگن بین ای فتح و پیروزی بدون جنگ مبارکتان باشه، ای فتح و پیروزی بدون جنگ مبارکتان باشه. ای اخلاق اسلامی هست، احترام به یک طفل در شکم مادر، اون نیازمند است. اسلام را درست به مردم تمثیلی بکنیم، اما احترام انسانی که ما باید نسبت به یک دیگه انسان رعایت بکنیم، او را نباید ما بشکنانیم. ما دروز میشه با یک مسیحی گپ زدم، روان هستم دروز میشه، دیروزم گپ زدم، پریروزم گپ زدم، من گفت آقای نسل، گفتم خیرت باشه، گفت در اروپا خیلی مردمای خوبی وجود دارن، مسلمان ها خوب مردم نیستن. گفتم چرا؟ بعضی معاملات انسان ها رو یاد مسلمان ها رو یاد آوری کرد. گفت ایتو معامله دارن، ایتو معامله دارن. مرا خود مرا شخصا گفت سخنرانی تو رو خیلی دوست دارم، با می زبان گفت خیلی دوست دارم. گفتم اسلام سخنران اصلی و رسمی نداره، من سخنران رسمی اسلام نیستم، اون مسلمان هایی که ادعای مسلمانی دارن تو اسلام از آدرس اون مسلمان نشناس. حالا من نمیخوام که دینی تو رو توسط تو بشناسم، من اگر بخواهم دین تو رو مطالعه بکنم باید دین تو رو مطالعه بکنم، نه خودت. آره تو اشتباه میکنی، اگر تو مسلمان باشی تو اشتباه بکنی، اسلام تو خود بر تو اشتباه درس نداده. من اگر اشتباه میکنم، اسلام ما خود بر اشتباه درس نداده. یعنی میبینیم که حرکات ما، گشت و گذار ما خیلی تأثیر داره. میگه در اروپا مردم خیلی خوب مردم است، درست است، انسانهای خوبی پیدا میشه، اما چرا می انگیزه و می فکر به این مردم پیدا میشه که به ما و تو میگه اون مردم خیلی خوب مردم است؟ ولی اسلام سراسر احترام، سراسر بزرگی، سراسر شرافت، سراسر عزت، همدردی، همدلی، همدیگر پذیری، با آغوش کشیدن. چرا چهره اسلام را به مردم با یک قسم دیگر تمثیل بکنیم؟ چرا ممثلین خوبی از اسلام نباشیم؟ این مردم حق احترام بالای موتو داره. ما کافری که همسایه موتو باشه در خانه، او کافری که مستأمن هست، حق توهین به او نداره، حق همسایه داری باید رعایت شود. بر رسول الله درس میده الله متعال، فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. ای پیامبر بالای یتیم قهر نشو، ستم نکو، سائل که آمد رو منع نکو، بالایش صدا نکش. پیامبر را میگه، مخاطب قرار میده، احترام اینها را داشته باش. یک روزی پیامبر از یک جنگ برمیگرده، یک طفل دواندان نزد پیامبر میگه پدر ما کجا هست؟ میگه پدر ما کجا هست؟ پدر شهید شده. قبل از اینکه پیامبر به ای بگویه که پدرت رو از دست دادی، برش میگه محمد پدرت است، عایشه مادرت است، محمد پدرت است، عایشه مادرت است.
ای جایگاه را تحمل کردن و ای دردها را تحمل کردن خیلی سخت است. ایت مردم با احترام و ارزش قائل شدن به اینها، اینها سخت نیازمند است. جعفر رضی الله عنه را با دو صحابی دیگه و یک جمعی از اصحاب کرام رسول الله با یک سریه روان کرده بودند. جعفر در جنگ به شهادت میرسه. او جنگ به شهادت میرسه. وقتی که به شهادت میرسه، رسول الله به مردم امر میکنه، به کسی که محاول پیامبر نشستگی است، میگه در خانه جعفر نان و غذا و طعام ببرن که یتیمدار هست. جعفر از دست داده. پس این مردم باید مورد توجه قرار بگیرن، اینها احترام شوند، اینها برشون ارزش قائل شوی موتو، ارزشمند باشن نزد موتو. بیت و نیازمندها حتی که کافر باشه، کافر نیازمند باشه، یک کافر حربی است، او که در تجاوز میکنه در مقابل او جهاد هست، دیگه چیزی نیست. یک کافری که به تو کار نداره، مستأمن هست در کشورت، آمده من حیث یک کسی که باید زندگی بکنه، ای که آمده در مقابل ام توهین حق نداره. رسول الله روی یک روزی از یک جای میگذره، یک غلامی غیر مسلمان در آفتاب گرم نشستگی است، گندم آرد کرده روان است با آسیاب دستی. آفتاب گرم را میبینه که مردم همیشان بعض جای استراحت کرده است، گرمی آفتاب در یک جای پناه بردن، و یه آمده آسیاب دستش از گندم آرد کرده روان است، گندم آرد کرده روان است. پیامبر نزد یزید میه، پیامبر نمیشناسه که محمد صلی الله علیه وسلم. نزد یزید میشینه، آسیاب دستی یزید رو میگیره، همراه یزید کمکم کاری میکنه، همراهش کمکم کاری میکنه، میگه من اجازه نمیدم بادار مکه ما برم، یا کسی که در سر اسم قرار داده او رئیس ما، من اجازه نمیده که من بخوابم، برو به جایت ما کار میکنم، تو برو بخواب. یه کار میکنه، یک روز، روزی بعدی، روزی بعدی، یه روز میگه تو کی هستی؟ کاش که تو بادار ما میبودی، رئیس ما تو میبودی. گفت من محمد هستم صلی الله علیه وسلم. همون لحظه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. همون لحظه فکرم نمیکنه چی باعث شد احترام یک نیازمند، قدر احترام کرد، مورد اکرام قرار داد. این باعث شد که او میگه تو رسول الله هست. این گاه اوقات یک عمل تو یک انسان را وادار به این میکنه که مسلمان شد. یک عمل نیک تو و یک عمل زشت موتو و یک گپ زشت موتو در مقابل تو انسان ها دلش نمیشکنه. تو انسان ها دل شکسته هستند، بیشتر دلشان نشکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میده، الله متعال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر، شکیبا باش ای پیامبر. در محاول پیامبر اصحاب خیلی فقیر، مسکین، نیازمند گاه اوقات اونها مسخره میکردن، اون طرف دشمن مسخره میکرد، در محاول تو انسان های ضعیف، ناتوان، نیازمند کسا جای گرفته، ما رو در پهلوی بنشان. نه، دین پیامبر تو است. بیشتر این دین را امی تو مردم حمایت میکنه. رسول الله را دستور میده که واصبر، همراه اینها شکیبا باش، با او کسایی که شب و روز، صبح و شام پروردگار خود یاد میکنند. میبینید کلمه واصبر استفاده میشه، نمیگه واجلس بنشین. یعنی درست است که نشستن با اینها سخت است و تحمل کردن انسانهای نابینا و فقیر و نیازمند و معلول سخت است، تو با تکلیف میشه، ولی متوجه باش، واصبر، صبر کن باش. ولا یک جای آمده که ولا تعد عيناك عنهم، ادامه ای آیه هست، چشمایت از اونها نگردان. حالا گاهی اوقات یک کسی به موت سلام میده، انسان های نیازمند هست، سلام که میدیم باید رو بهش متوجه باشم، چشم دیگه طرف نباشه، کوی احساس نکنه که من کم هست، مرا مورد توجه قرار داد، احترام مرا نکرد، مرا یک تحویل نگرفت. حتی نباید ما انسان ها از داشته های خود نزد انسان هایی که چیزی ندارن یاد نکنیم. نزد کسی که پدر نداره از پدر خود یاد نکنه، نزد کسی که مال نداره از ثروت خود یاد نکنه، نزد کسی که فقیر هست از دارایی خود یاد نکنه، نزد کسی که پا و دست نداره از سالم بودن دست و پای خود نگوییم، نزد کسی که مادر خود را از دست داده از مادر خود توصیف نکنه، نزد کسی که چشم خود را از دست داده از صاف بودن بینایت یا چشمایت صحبت نکنه. خوب نیست. ما یک دارالایتام فعال کردیم، والله العظیم قسم
ما خود من تا به حال شخصا مرو روز پدرم گفت چرا در الاعتام نمی مرفتم میتونم رفته رفته نمیتونم و چی کسون با پدر خود در الاعتام داخل شما او جای کس باشه بی پدر این سخت است توانایی نیست در مقابل تو کسا گاهی خود برای ثبت نام میان من نمیتونم پدر خود پدر صدا کنم سخت است مقابلیت مردم قهر نش مردم خیلی درد داره ما زمان قدر پدر خود میدونه که پدر در کنار ما تو نباشه اما پدر خود از دست داده یک کسی از بی سرپناه هست مانند توپ یک دفعه به یک طرف انداخته میشه یک دفعه به دیگر طرف بالغت میزننش اینها رو با آغوش خود بگیر اینها رو با آغوش گرم مهربانی خود اینها رو بکشیم که اینها احساس بی پدری نکنن احساس بی سرپرستی نکنن احساس نکنه که در کنار ما کسی نیست رسول الله اینها رو در آغوش گرفته